خب دوستان عزیز، نمیدونم سال 2024 اصلا برنامه داشتم نداشتم مهمم نیست. بعضی از دوستان فکر میکنن اگه رفتن اونها مردم دیگه به اصطلاح یتیم میشن. نه بابا، فردا یکی دیگر رو تماشا میکنن، با یکی دیگه خوش هستن، به یکی دیگه میخندن. در صورت امروز در واشنگتن، پایتخت آمریکا، نه اون طرف که استیت واشنگتن، اینجا بهش میگن واشنگتن دی سی، دیستریکت آف کلمبیا، و ویرجینیا و مریلند برف آمده. دیروز برف اومده، دیشب تموم شد، بین 3 تا 5 اینچ میگن. و اگه منم این دستکش دستمه با این کلوفتی، اینا بهش میگن ترمال، یعنی برای زمستون داخلش. یادم خدا بیاموزه آقای اسحاق بختیاری یه دستکشی داشت تو آلمان به ما نشون میداد، میگفت که این پشم که نه نمیدونم موی خرگوش توشه یه هم چیزی، و خیلی گرم بود. راست میگفت. در هر صورت نمیدونم، سال 2023 سال سیاهی بود، سفیدی بود برای شما، ولی خیلی از دوستان باور دارن که نباید سیاه و سفید دید و باید همه رنگ ها رو ما بین سیاه و سفید دید و داشت. و من میتونم بگم خب سالی خاکستری بود و موضوعات زیاد. ایران که دیگه اصلا هر روز یه مسئله و یه چیز جدید، دیگه آدم نمیدونه چی بگه. داشتم برنامه کوچه رو دیشب نگاه میکردم، گفتم این کوچه هم دیگه بن‌بست شد، به آخر رسیده و نمیدونن چی بگن. و اخبارای تکراری، خبرای دروغ، به اصطلاح تحلیل‌های گوشی منم افتاد رفت. به نظر میاد که وضع شدیم دوباره، ما این دستکش رو بپوشیم. واقعا این زمستون فصل بدیه، لباس زیاد، کلاه، نمیدونم شال، دستکش و اینها. و اون موقع است که آدم قدر بهار و تابستون رو میدونه، ولی اگرم نباشه 4 فصل برامون عادی میشه و به قول معروف قدردانی نمی کنیم از فصول یا فصل هایی که دوست داریم. این راجع به فصل ها و فصول، من متوجه شدم خیلی از این دوستان جمع‌بندی ها رو اشتباه میگن. مثلا میگه حالا بریم با هم اخبارها رو ببینیم. بابا اخبار جمع خبره، یا بگو خبرها رو ببینیم یا بگو بریم اخبار رو ببینیم. خیلی کلمات دیگه هم هست و آدم انتظار نداره اینا که تو رادیو تلویزیون هستن، خود من روزی 100 تا اشتباه میکنم، ولی انتظار نداره که اونا اینقدر اشتباهات وقیه انجام بدن. یا مثلا به جای توصیه کردن میگن توسعه کردن. خودتون دیگه الان ببینین. خلاصه مهمترین خبرها حملاتی هست که ایران به پاکستان و پاکستان به ایران. و جالب اینه که پاکستان میگه ما تا 80 کیلومتری رفتیم داخل ایران. نمیدونم چه خبره، نمیدونم دنیا دست کیه. به خاطر همین من یکی 2-3 روز گذشته تصمیم گرفتم که اصلا برگردم به اون کاری که همیشه دوست داشتم. اونایی که برنامه‌های من رو در 20 چند سال گذشته و شنیدن میدونن که من توی هنرستان میگفتن هنرجو. هنرجو که بودم معلمی رو شروع کردم و دیدم چنان لذتی داره وقتی وای میسی اونجا و قرار همه دانش آموزان یا هنرجویان یا هر کسی که توی اون کلاس حاضره به شما توجه کنه و شما هم وقتی میبینی یکی یاد گرفته خیلی یک لذت و یه حالت خوشایندی داره. گفتم برگردم به همون. من پیش فکر کردم حالا من چی یاد بدم یا چی درس بدم.
اون بروی که ما خوندیم مال 50 سال پیش که هیچ کارو نمیگیره. ببینید اصلا صحبت میکنم از دهنم بخار میاد بیرون، هنوز ماشین سرده با وجود که چندین مایل رانندگی کردم و اومدم و فکر کردم من یه مقدار این سوشال میدیا رو به دوستان تا حدی که بلدم. ببینید شما دوستان، حتما شما تو خونتون بچه های بودن که میبینید مثلا بچه 4 سالاتون یه جوری معلم بچه 2 ساله است. یعنی لازم نیست شما استاد باشی، پروفسور باشی، علامه دهر باشی تا به دیگران چیزی یاد بدی. باز اونایی که با من آشنا هستن میدونن وقتی یه نفر برای من میگه استاد، میگم لطفاً به من نگید استاد، این کلمه استاد رو بی ارزش نکنید، همینجوری استفاده نکنید و مشکل درست میشه. جامعه الان مشکلات زیادی داره، اینجا چراغا از کار افتاده ولی خب رفتیم هم با ماست. گفت که خلاصه فکر کردم اون کار رو انجام بدم. جالبه داشتم به شغل‌های داوطلبانه نگاه میکردم و دیدم اینجا خدا بیامرزه یک یادش گرامی آقای فرزاد شبستری بود، دوست 30 ساله ما، یعنی 30 سال با هم دوست بودیم، نه اینکه ایشون 30 سالش بود. و ایشون همیشه کارهای والانتیر و به اصطلاح داوطلبانه و اینا شرکت میکرد، برنامه میذاشت و اینها. و ما گفتیم خب حالا به یاد اون این پارس پلیس که یادآور اونم هست تماس بگیریم و به این دوستان جوان گفتیم که ما حاضریم چیزی رو که خودمون بلدیم یا تا حدی که بلدیم به دیگر دوستان هم آموزش بدیم. گفتن چی بلدی یا چه جوری و اینا، گفتیم همین یه مقداری سوشال مدیا، یه مقداری سکیوریتی اینها، چجوری تلاش کنیم که امن باشیم. 100% امکان نداره شما بتونیم امن باشیم، یه جایی اون شالاتان ها پیدا میکنن. امروز صبح برای پسر محمود قربانی نوشتم پدرت یه شالاتان، $1,500 هم به تلویزیون مردم بده کاره. ولی جالبه اون هی میگه پسرم کامبیز قربانی، حالا میبینم تو اصلا اسم و فامیلت هم عوض کردی. توی ایران به کیا میگفتن کامبیز یادتون هست؟ خلاصه گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم، شروع کنیم با هم صحبت کردن، حرف زدن. اگر موضوعی یا موضوعاتی هست که مورد سوالتونه بنویسید، اگه من بدونم جواب میدم، راهنمایی میکنم، اگه ندونم برای منم سوال پیش میاد تا برم از دیگران بپرسم و یاد بگیرم. اجازه بدین برنامه رو همینجا به پایان برسونیم. دیدیم که خانم مسیح علی نژاد، این خانم جارو به سر، واقعا افریت هست قیافش، تصادف کرده بود دیروز توی جاده، گویا از نیویورک داشته با ماشین میمده واشنگتن و تصادف کرده بود، با شور و هیجان نشون میداد ماشین های مردم و اینها رو. گفتم بابا ماشین آدم ها رو ول کن، ماشین اون جانور دوپای جارو به سر رو نشون بده. و گویا زده ترمز و زده به در دیوار و یه ماشین هم اومده زده به اون، نمیدونم جای شکرش باقیه که این سالم مونده. و بهش گفتم برو ببینیس الان این آخوندا درست کردن برف و اینا و همه این ماشین ها زدن به هم که شما رو ترور کنم. نمیدونم آدم خندش میگیره وقتی که میبینه اینها. یه آقای دیگه هست مازیار، راننده کامیونه، میشینه کف اتاقش چای میخوره، خورما میخوره یا رانندگی میکنه، برنامه زنده میذاره، با دیگران صحبت میکنه. این یه مدتی طرفدار رضا پهلوی بوده، حالا برگشته فوش و فضیحت، حالا شده شعبون بیمخ مسیح علی نژاد. شادم آدم باهوشیه، میخواد به این وسیله یه نونی از قبل این نکاته جارو به سر بخوره و ببره. در صورت دوستان
اگه این اولین بار هست که برنامه منو میبینید، حتما از تلویزیون مردم دیدن کنید، مردم tv.com. آقای شاهین غلامرضایی از آلمان الان بیشتر فعالیت میکنه در تلویزیون مردم و امیدوارم به زودی دوستانش هم دعوت کنه بیان اونجا و ما هم دورا دور با این دوستان باشیم. ولی کلن سعی میکنم که یه نسل جدیدتری بیاد دیگه برای ما. بس روز روزگارتون بخیر. من دستکشم رو در بیارم، چون با دستکش شما وقتی میزنی اون صفحاتی که قرار لمسی باشه یا تاچ باشه کار نمیکنه. البته دستکش هایی ساختن که نمیدونم چجوریه، ولی اون انگشتاش برای کار کردن با صفحات تلفن یا صفحات کامپیوترهای لمسی یا ساعت آیفون و اینها کار میکنه. یه مقداری تلاش کنید که با این تکنیک های جدید شما هم جلو برید، چون هر چی عقب بیفتید ای بیشتر و بیشتر عقب میفتید. یعنی اگه شما قدم به قدم با اونا برید خب اوکی، ولی اگه امروز یه قدم عقب بیفتید، فردا دو قدم عقب بیفتید، یه وقت چشم باز میکنیم این صدها قدم عقب هستید. روز و روزگار بر شما خوش، امید این که سالی بهتر و سالی باشه که صلح و صفا در دنیا به جای جنگ و خونریزی به اصطلاح جایگزین بشه. مرسی که با ما بود. حالا این فینیشش هم کار نمیکنه، از بس سرده میکنه.